حدود 8 سال پیش اولین انتخابات عراق بعد از سقوط رژیم صدام برگزار شد. انتخاباتی مبتنی بر قانون اساسی جدید و مطابق با استانداردهای اولیه یک انتخابات آزاد و فراگیر که البته اکثر گروه‌های سنی عمدتاً به بهانه تداوم حضور نیروهای آمریکایی در خاک کشورشان آن را تحریم کردند. در دسامبر 2011 آمریکایی‌ها قدرت را به دولت عراق واگذار کردند و این گونه دست حکمرانان شیعی برای تسویه حساب با سیاستمداران مخالف عمدتاً سنی بازتر شد. بدون شک بزرگترین بازندگان تحولات یک دهه اخیر عراق را باید جماعت سنی های این کشور دانست. آنها که اقلیت هستند همواره چه در دوران امپراتوری عثمانی و چه در دوران صدام زمام امور را در دست داشتند، اما با سقوط رژیم بعث آنها جایگاه و منزلت خود را به ویژه در صحنه سیاسی این کشور از دست دادند و اختلاف بین شیعی و سنی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده. بدین ترتیب عملا سنی مذهبان این کشور دچار انزوای سیاسی و اجتماعی شدند و این گونه به نظر رسید که عراق به سمت افراط‌گرایی گام برمی‌دارد. احساس شهروند درجه دوم بودن، به حاشیه رانده شده و ناامید از آینده این روزها روحیه غالب بین سنی‌های عراق است. مسئله‌ای که القاعده با سوء استفاده از آن خشونت‌های بسیاری را در این کشور سازماندهی می‌کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در مورد تهدیدات گروه‌های تروریستی و نفوذ آنها از خارج از کشور گفته بازگشت این افراد باعث بی‌ثباتی سیاسی شده که آن هم با توجه به فرقه‌گرایی که در حال حاضر به تحولات فرامرزی گره خورده بی‌ثباتی جامعه را در پی داشته است. از سوی دیگر گام مؤثری برای کاهش خشونت‌ها برداشته نشده و در عمل ناآرامی‌ها از سوی هر دو طرف تشدید می‌شود. با این اوصاف معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار عراق و ساکنانش باشد. انتخابات بعدی این کشور در سال 2014 برگزار می‌شود و قاعدتاً نوری المالکی از لحاظ قانونی برای کاندیداتوری محدودیت خواهد داشت. مانعی که می‌تواند برای مقتدی صدر، روحانی شیعی و پرنفوذ این کشور که این روزها برای ایجاد مصالحه با سنی‌ها پیش قدم شده، در حکم یک امتیاز باشد.